رج 25 به پایان رسید. آخرین پای بلند رو در لوپ پشتی یا حلقه پشتی بافتم به سه زنجیره اولم وصل میکنم و یک شلال میزنم. برای شروع رج 26 وارد تمام 5 تا از فضاهای، ببینید اینطوری، باید به پنجمین پای بلند وارد بشیم. برای که به پنجمین پای بلند وارد بشیم باید 5 تا بست بزنیم، 1 2 3 4 5. وارد پنجمین پای بلند که شدین اینجا 3 تا زنجیره میزنیم و داخل پای بلند بعدیمون یک پای کوتاه میبافیم. 8 زنجیره میزنیم، 3 4 5 6 7 8. وارد 10 پای بلند بعدمون میشیم، 1 2 3 4 5. پنجمی رو که پیدا کردیم یک پای کوتاه میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم. بعد از بافت 3 تا زنجیره روی پایه بعدمون یک پای کوتاه میبافیم، 8 زنجیره، 4 5 6 7 و 8. دوباره وارد 10 پای بلند بعد رو در نظر بگیرین، 1 2 3 4 5. پای کوتاه روی پنجمین پای بلند، 3 زنجیره میبافیم، پای کوتاه در پایه بعدمون میبافیم. به همین صورت تا انتهای رج ادامه میدیم، 3 4 5 6 7 8. وارد پنجمین میشماریم، پنجمی رو پیدا میکنیم، یک پای کوتاه میزنیم، 3 زنجیره. به همین صورت تا پایان رج ادامه میدیم. پایان رج 26 اون رو به پایه زیر پایه 3 زنجیره ایمون وصل میکنم، یک شلال میزنم. انتهای رج 26 وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم، یک شلال میزنم. برای شروع رج 27 3 تا زنجیره میزنم. تو فضای 3 زنجیره‌ای که داریم ما باید 7 پای بلند داشته باشیم. این 3 زنجیره که حکم یک پای بلند رو داره 6 تا پای بلند دیگه هم میبافم، 4 5 6 و 7. 7 پای بلند در این فضا بافتم. وارد 8 زنجیره میشم و 5 پای کوتاه میبافم، 2 3 4 و 5. دو مرتبه وارد فضای 3 زنجیره ای میشم و 7 پای بلند میبافم. تا انتهای کار به همین صورت در فضای 3 زنجیره 7 پای بلند میبافیم و در روی 8 زنجیره زیرمون 5 پای کوتاه میبافیم. شیش و 7. به 8 زنجیره که رسیدیم 5 پای کوتاه در 8 زنجیرمون میبافیم. کار رو برای رج 27 به همین صورت تا پایان ادامه میدیم. هفت زنجیره در فضای 3 زنجیره‌ای و 5 زنجیره، 5 پای کوتاه روی 8 زنجیره زیر. دوستان من تا انتهای رج 27 رو بافتم براتون. دارید میبینید که چقدر این ماندالا زیبا، بزرگ و شیک هست. امیدوارم که همتون ببافین و از بافت این ماندالای زیبا لذت ببرین. بسیار ماندالای زیبایی هست.
با نخهای ضخیم تر شما میتونید اون رو فرشینه هم یا پادری برای اتاقتون یا جلوی در ورودی خونتون ببافین. برای شروع رج 28 دوستان توجه کنید، من برای اتصال میخوام نخ جدید رو بزنم و وصل کنم. ببینید به سه زنجیره اولم، به سه زنجیره اولم وارد میشم. به جای اینکه نخ زرد یا همون نخی رو که دارم میبافم رو در بیارم، نخ جدید رو از داخل قلابم در میارم، وارد این حلقه میکنم و هر دو تا نخ رو محکم از پشت بکشید. ببینید به این صورت، میبینید روی کار چطور شد. اینجا من یک زنجیره میبافم، اولین سه زنجیرم در نظر میگیرم از پشت کار. ببینید از پشت کار من قلاب رو وارد سه زنجیره میکنم، نخ رو میگیرم از روی سه زنجیره اولم که حکم پای بلند بود رد میکنم، خارج میکنم و از داخل این زنجیره تکمی اون. ببینید من نخ منم در رفت، یه بار دیگه به دور سه زنجیره اولم نخ رو رد کردم، از داخل این پایه این زنجیره خارجش میکنم به این صورت. ببینید اینجا یه کمی پایه من به طرف عقب کشیده میشه، همینجا سه زنجیره بزنید که حکم یک پایه بلند رو داره، یک زنجیره دیگه هم بزنیم برای فاصله. دو مرتبه از پشت کار وارد پای بلند بعدی میشم، ببخشید من نخ رو به دور قلاب نه، وارد پای بلند بعدی میشم، نخ رو میگیرم خارج میکنم، یک پای بلند میبافم، همینجا یک زنجیره میزنم، دو مرتبه نخ رو به دور قلاب میگیرم، وارد پای بلند بعد میشم از پشت و یک پای بلند دیگه میبافم، یک زنجیره میزنم. روی تک تک پایه هایمون، هفت پایه زیرمون، باید این کار رو تکرار کنید دوستان. ببینید دو مرتبه یک پایه بلند بافتم و یک زنجیره، نخ به دور قلاب، دور پایه بعد میرم، یک پایه بلند دیگه میبافم و یک زنجیره. ببینید روی کار باید به این صورت در بیاد، شما باید دور هر پایه بلند که زیر داشتین پایه بلند برجسته از پشت ببافین. نخ به دور قلاب، از پشت کار پایه بلند برجسته از پشت، یک زنجیره، دو مرتبه نخ به دور قلاب. مراقب باشین که وارد اون 8 زنجیره زیر نشید. به این صورت ابتدای رج 28 به این صورت بافته میشه.